شرکت متل اولین عروسک نابینا را به مجموعه باربی اضافه کرد. این عروسک دارای یک عصای سفید، عینک آفتابی و پارچه برای درگیری حسی است. طراحان باربی همچنین نگاه معمول مرتبط با نابینایی را با چشمانی که به سمت بیرون یا به سمت بالا چرخاندند با سولید کردند. لوسی oh ادواردز اولین فرد نابینا در بریتانیا بود oh gosh, که این باربی را لمس کرد. Oh او مدافع حقوق افراد دارای معلولیت و پخش کننده این عروسک است. لوسی oh so cool. با لمس این باربی به شدت هیجان زده و متاثر شد. من فوقلاده هیجان زده هستم چون وقتی نوجوان بودم تنها چیزی که میخواستم یه مدل یا یه عروسک بود که شبیه من باشه و بالاخره ما یه مدل شبیه خودمون داریم برای تهیه این عروسک تیمی از کارشناسان، طراحان مد و لباس، افراد کمبینا و نابینا ساعتها تلاش کردند جعبه این عروسک هم دارای خط بریل است و این یک تجربه واقعی جعبه برای افراد نابینا به حساب می هرگز فکر نمی کردم توی این روز زندگی کنم که یه عروسک باربی نابینا رو دستم بگیرم محبوب ترین عروسک جهان حالا نابیناست میدونین این به این معنیه که ما در جهان به جایی رسیدیم که توش پذیرفته شدیم و نماینده داریم همه یه لوسی های کوچک مثل کودکی من دیگه لازم نیست با هویت خودشون مبارزه کنن ما نباید احساس کنیم که کافی نیستیم feel like we're not قبل از اضافه شدن باربی نابینا به این مجموعه، باربی با شنوایی کم، باربی با سندروم دان و باربی روی ویلچر نیز ساخته شده بود. کیمیا قربانی